تندتر، هر چی میتونی تندتر. چشم هر با هی هی نعمت الله نعمت الله آقلت من اینجام. نعمت الله نعمت الله زن دردشه داره میزد. راست میگی؟ آره خدای شکره. برو ننه ماما رو برده برو خونه. همینا پس اون یک چرک چخ برای شما برم دنبال ننه ماما. تانتر تانتر برو بری کشمه. عجله کن ننه ماما. خیلی خوب ننه، یه دقیقه صبر کن، همین الان وسایل ما خدا عمرت بده زودتر. به بایش اینجا ببینا برای در میرن. حبیب یالا برش دار بریم. سلام آقا. علیکی سلام، اینجا چی کار داری؟ ننه ماما کجا؟ ننه ماما اونا هستش. باز چه خبره؟ چیه حبیب خان؟ چرا اینقدر معطل میکنین؟ صبر کنین. سلام ارباب، اگه خواهش یا شکایتی داری فردا بیا، حالا وقتش نیست. نه ارباب، زنش دردشه، پیش پای شما اومده بود، منو ببره خونه‌شون. خب تو که نمیتونی بری، برو سراغ پیر زنای فامیل نعمت، اونا فوت و فن این کارو خوب بلدن. سوار شو. یلا چشم ارباب. باری کرد ارباب، دستم به دامنت، زندگی و مرگ زن من دست شماست. مزاحم نشو احمق. یعنی خون زن تو رنگین تر از خون زن منه؟ جا بیافت. رحم کنید، رحم کنید در رحم شد. نه را بیافت. توف به تو بی امساف. آخش آمانه کمک نمیزو. آمانه چایی خدا مبارک کنه. چه اتفاقی افتاده؟ خدا یه پسر بهت داد اما زنت رو گرفت. چی؟ زنت مرد. زنم مرد؟ خدای خدای چی بهت بگم؟ درد نکنه حبیب. ببینم انعام نن ماما رو بردی به احتاجی؟ آو بله ارباب بله. خانوم چطوره؟ حالت کاملن خوب بلی. دغلوها چطوره؟ آلین با هم میلن. خوبه خوبه، مواظب باش از مهمونا خوب پذیرایی بشه. مطمئن اطمینان باشین ارباب. ببینم از نعمت چه خبر، چی کار میکنه؟ بسرم ساکت باش. این دنیا هم سالم، من و تو یه لاغبه ها باید دندون رو جیگر بذاریم. اینجا دنیای پول و زور. آروم باش بابا جون، گرچه حق داری گریه کنی، به حال این دنیا و مردمونش باید خوب گریه کرد. لا 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 بچه هم میخواه
بکشون. خدایا خدایا، سفل معصوم من چه گناهی مرتکب شده که باید تا آخر عمر از محبت مادر محروم بشه؟ بچه بیگناه بخواد انتقام، انتقام. حالا که ارباب خدا نشیان با بیرحمی پسر من رو بیمادر کرد، چرا پسر خود کمه بیمادری رو نکش؟ حالا که دارایی و ثروت اینقدر حلال مشکلاته که نبودنش جان یکی رو میگیره و بودنش جان دیگری رو میخره، چرا بچه من سپور دست نزنه؟ بله، ارباب باید خونبهای مادر بچه من خیلی گرون بپردازه. سلام، من به خاطر سعادت تو این کارو میکنم. سری به خانم و بچه بزن ببین حالشون چطوره. برو مربا. بفر نیمت اینو توی ببینم اینجا چیکار میکنی ها؟ بچم از بیشیری داشت میمرد، آوردمش خانم شیر بهش بده، اما دیدم خوابه برگشتم. بالاخره برای این بچه بی مادر چه فکر کردی؟ تصمیم دارم ببرمش اصفهان پیش پدر مادر خودم، اونا بهتر میتونم بهش بده. آره برو اصفهان، اونجا واسه بهتری. خدا به زبونم داری؟ الان زبونم از این پشی کلت میکنم. باشه اگر گرفتی میخندی الان بگیرم پدر آبا. خب بیا بیرون دیگه، باید کاری ندارم. اما دیگه وسط خیابون نگه بچه ها. خیلی خب دیگه نمیام. برو تو بیلی گذاشتم به همین سادگی بزنی بچه ها. همینجا میشینی تا متخصص بیاد خسارت ماشین منو معلوم بکنه. میگه اوتولا هم به چه روز انداختی تو؟ به کن خودی، من که پول ندارم بدم، باشه همینجا میشینم تا همسنی تو بشم. بالاخره که پدر ماره داری اینم سراغت. پس اگه با اونو کار داری آدرسشونو بدم. خیلی خوب، آدرسشون رو میرم پیداشون میکنم. برو قبرستون پیداشون کن. قبرستون؟ اونا مردن؟ آره، بچه رو اگه پدر مادر داشتم که اینجوری تو خیابونا ویلیون نبودم. شب و روز دست میزنم که چند تا بلیط بفروشم و شکمم رو سیر کنم. این روزم هنوز چیچی نفروختم، نهارم نخوردم، حالا تو از من خسارت میخوای. آه
خیلی خوب است استیل گیری نه. این دست من خسارت ماشینه بگی برو نهار بخور. آخه من که توده نیستم. چند تا بیلیت داری؟ پنج تا. بیا بگی برو بنا. بودو. بگم گیری نکنی یا؟ خدا عمرت بده. ایشونه که یه ماشین نو بخری. این قرازی شده. حیف شما نیست با اینا تو قرازی بشی؟ آره قرازیست. رفتم که بفروشمت. چرا ماشینت فروختی؟ چرا پسرم؟ دیگه خیلی قرازی شده او. نه موتور داشت، نه کلاچ، نه ترمز. همه امروی که با فرور رد نکرده بودم الان تو زندان آب خونوکی میخوردم دیگه. اما پسرم، هرچی بود باز یه لقمه نونو که در می آورد. برای اون خوردن اکسای بیتری کشتم. خلاصه تصمیم گرفتم همین امروز برم تهرون یه تاکسی بخرم. میگن تهرون تاکسی تو هوا میزنن. یه تاکسی خالی که پیدا میشه ده تا مسافر یهو کپ میکنن روش. خب خودت بهتر میدونی پسرم. هر کاری دلت میخواد بکن اما با فکر. کار کردن یه فکر داره که یه تاکسی میخرم و مشغول کار میشم. قول میدم با جیب پر مجرد بشه. پسرم من نمیخوام مزاحم کار تو بشم. برو به امان خدا. اما من پیر مرد و این دختر عموت فراموش کرد. خدا و روز نهیره تقیرم. بله جو من هر جا باشم برای راحتی شما شب و روز کار میکنم. خیالت راحت راحت باشه. قربون تو باشم. خدا فرستم. من برم شمکنم. مبازه به پولات باش. بعدم به شهر که نیستم. پولا رو بزنم بانک اصفهان میرم تهرون میسونم. دخترم و خدا حافظ شما. خدا حافظ پسرم. امو جون. راست راستی شما موافقیم که نوبر بره تهرون؟ آره لیلا جون. چه مانعی داره؟ نوبر جوونه کاسبیه. خودش بهتر میدونه کجا چرخ زندگیش بهتر میچرخه. باشه. با من کار ندارین. چیزی نمیخواین براتون بیارم؟ نه جونم. تو برو به نوبر کمک کن تا اسباباشو جمع کنه. پسرمون. چه فرمایشی دارین؟ ببخشینا. بنده که اجازه نمیدم شما تنها رخیزین برین تهرون. دخترمو ببخشین دارم. شما هیچ وقت همچی غلطی نمیتونی بکنی. خداحافظ شما. سب کن نوبر. تو چرا با من حرف نمیزنی؟ آخه ناسلامتی ما با هم نام زدیم. کی گفته است؟ من فقط شما رو به اسم دخترمو بلا لیلا میشناسم. خیلی خوب. پس گوش کن. اجازه بدین قبل از رفتنتون ازتون خواستگاری کنم آقا. بله. عوضی نشنفتم. شما میخوایی از من خواستگاری بکنین؟ آره. کار عوض شده. تو روزنامه خوندم که این روزا دخترها میرن خواستگاری پسرا. منم چون دیدم شما بو و خاصیتی نداری تصمیم گرفتم پیش قدم بشم و شما رو به عقد خودم دارم. دست رو در نکنه. اما من جازماز ندارم. اشکالی نداره. شما به جهازم عزیزی. خب سیبه ها چقدر میگه؟ همه پس اندازم. مهرم چقدر میشه؟ هرچی دلت خواست. هرچی دلم خواست. پس همین حالا مهرم حلال جونم آزاد کفت داره بزنی. نوبر سب کن کاریت دارم. آقا خواهش بکنم. خواهش کنم دنبال من نیفتید. من آبرو دارم. نوبر شوخی بسته. باید منو با خودت ببری تهرون. با صحیح. دخترمو این پنبه از گوش درار. تهرون جایی نیست که هم بتونم یه زن رو با خودم وردن ببرم. نگه زیره به تهرون ببرن. نوبرم خواهش میکنم. دل برم نمیتونم ببرم. من الان میرم تی بی تی یه بلیت میسونم و همین امشب میرم تهرون. خدا به شما. اما من نمیذارم تنها بری تهرون. میتونی نذاری اما بذار برم. دی اگه تونستی برو. بمیرم. برشانسی ببینید. مادر جون جهدیه نیست شما قشن کنیم. چونه ما خورد کردی؟ چی کار بکنیم؟ ببخشید. برو خانم آن اینجا پاشیشه بخواب تا فردا صبح بیداره بکنم. ای خوشی شانس باده یه دختر خوشگل مشکلی بودی حرفی نداشتم تا تهرون رو تخب چشمان میخواب بودم نه تو پیردن لقلقون
دعات مستجاب شد. اموغلی جون اموغلی هم به میگه اموغلی خودت چه؟ تو این زلی شده؟ آره من که گفتم تو پنه میمیری ترم دختری خجاله بشی چرا بلند شد اومدی دنبال من؟ مردم هزار جون حرف برامون در میاره. آه واسه دخترم و پسرم و هیچ کس حرف در نمیاره. به هر حال من تو رو تهرون نیم برم، یا من الان میرم پایین یا باید تو بری از اینجا. تو برو پس بلند شد تو برو بیرون و جا میگم میگرده میندازمت پایین. من بلیط خریدم، این صندلی هم مال منه، هیچ کس هم جرأت نداره منو بندازه پایین. لا اله الا الله، لعنت بر شیطون، لعنت بر خودت که میخواستی بدون من بری تیرون، هر غلطی که دلت خواست بکنی. زبونم داری؟ آره میتونم استراک کن. اگه دستتو به طرف من دراز کنی جی... آقا شکر دارم خانم. چیزی نیست، زنم داره تمرین آواز میکنه. آه پرسیداشو بلندتر کن. چشم. آره؟ بله قربان. برو ببین برادرم کجاست. بگو تو سالن من منتظرش هستم. چشم قربان. شما باید برای داداشم تشریح کنین که امضای اون وکالتنامه به منفعت خودشم هست، چون سرمایه راکبش به کار میفته. خلاصه میخوام کمکی به اون برادر نابینای خودم بکنم. کشم بنده از نظر شیخاهانه شما کاملا مطمئنم. کشم اطاعت میکنم، میدونم که جوری برادر نابینای شما رو قانع کنم. علی جون کجایی؟ آخه شیطون، تو با من قایم موشک بازی میکنی؟ اما من که چشمام نمیده تو رو پیدا کنم. اقلا صدا کن، حرف بزن، حرف بزن، یه چیزی بگو. مگه من موشم که تو گربه شدی؟ یا یه بازی دی بکنیم. تو منو نگیری من باهات بازی نمی کنم. خیلی خوب، الان می گیرمت. مو 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 الان پیدا می کنم. خوب گرفتی اما گربه گنده هایو. تو یادی کاری داری؟ برادرتون تو سالن منتظر شما. امی جون بیا بریم. نه میخوان شما رو تنها ببینن. دیدی امی جون بابا منو دوست نداره. نه امی جون، بابا تو رو خیلی دوست داره، حتما یه کاری با من داره که منو تنها خواسته. تو همینجا باش، من زود برمیگردم. خب بازم با هم قایم موشک بازی میکنی. آخه تو چشمات نمیبینه، یه بازی دیگه میکنی. باش یه بازی دیگه میکنی. خلاص بریم حبیب. بفرمایید. راست میکنم، اما فکر میکنم بهزاد خان خوابای بدی برای شما دیده. چطور؟ والا من از بچگی شما دوتا رو بزرگ کردم، میدونم که شما و اون خیلی با هم فرق دارید. متشکرم حبیب، اما تو همیشه نسبت به برادرم بدبین بودی. پدرم هم همیشه به من میگفت تو برادرت با هم فرق دارید. خدا رحمتش کنه. لایم نمیدونم پدرم چی فکر میکن. برادرم از 15 سالگی کور شد، پدرم هم میدونست که اون نمیتونه سرمایهشو به کار بندازه. با این همه ثروتشو بین ما دو برادر به یه نسبت تقسیم کرد. چرا این کارو کردی پدر؟ چی فکر میکردی پیر مرد؟ سلام بهزاد. اومدی داداش؟ سلام. بیا جلو، بیا وکالت نامه رو بدی. سلام قربان. سلام، شما چی هستی؟ آقای مهران، وکیل من هستم. میدونی داداش، من از آقای مهران خواستم بیان اینجا که مواد وکالتنامه رو برای تو تشریح کنم. کدوم وکالتنامه؟ مگه برات نگفته بودم؟ درسته، انگار فراموش کردم. من ترتیبی دادم که سرمایه راکد تو در شرکت خودم به کار بیفته.
ولی تو که میدونی من تمام سرمایه نقدیمو با اوراق قرضه به کار انداختم. باشه، هیچ اشکالی نداره. اوراق الان تو بورسه. با قیمت خیلی بهتر میتونیم همه رو بفروشیم. تو وکالت نامه رو امضا کن، من خودم ترتیب فروش اونا رو میدم. آخه چرا؟ برادر، به این ترتیب سود بیشتری عاید تو میشه. برای من همون سود اوراق قرضه کافیه. آدم طمعی نیستم. بهنام، چرا نمیخوای بفهمی؟ این کار به منفعت توه. متاسفم داداش، من نمیتونم این کار رو بکنم. اگه کار دیگه با من نداری، وقت تلف نکن. به این ترتیب مثل این که وجود من در اینجا زایده، با اجازه. سر کنید. شما وکالت نامه رو تنظیم بفرمایید. من سلاحی دارم که اونو وادار به امضا میکنم. بسیار خوب. آقای وکیل رو برسون. چشم قربان. بفرمایید. این تو بدبخت عاجز، حالا دیگه کارت به جایی رسیده که تو روی من وایسی با پیشنهاد من مخالفت میکنیم؟ ها؟ متاسفم داداش. متاسفم داداش. نمیخواد آسر بدتر از گناه بیاری. من وادارت میکنم که وکالت نامه را امضا کنی. چطوری میخوای وادارم کنی که امضا کنم؟ خودم نمیفهمم. داداش کمکم کن من برم بالا. اگه بفهمم چه دلیلی داره که یه دفعه به فکر این وکالتون افتادی، شاید بتونم راه حل پیدا کنم برات. صاحب کن. پس بذار راه حلش رو نشونت بدم. با تو نمیشه با زبون خوش حرف زد. من مجبورت میکنم که امضا کنی. بدنم حالت خوبه؟ آره زنده داشت. امه جون گسته نخور. گسته نخور امه جون. خدایا تا کی باید این وضع ادامه داشته باشه؟ کی میتونه این بیچاره رو نجاتش بده؟ منم که اهل فنم. منم که این فنم ماشین خوب و بعدش کدومه است. منم که جنس رو تشخیص میدم، فهمیدی؟ حالا هی فضولی بگو. پس من چی کارم؟ آخه من نامزدتم. منم باید تو خرید ماشین نظر بدم. اگه خود تنها میخواستی ماشین بخری، پس منو بر چی آوردی ترم؟ من تو رو آوردم، رو رو برم. تو خودتو مثل جن درست کرده اومدی دنبال من. همشهره به این پر روی من ندیدم تا حالا. خلاصه تو ماشین خریدن نمیتونی فضولی بکنی، چون این کاره نیستی. من این کارم. نه خیر، منم باید نظر بدم. آخه پس فردا که ناسلامتی ما بخوایم عروسی کنی، نمیتونی که منو با یه ماشین قرازه ببری خونه. باید با یه ماشین شیکی مثل این ببری که رادیو، کوله، تلویزیون و همه چی داشته باشی. هر وقت اشتها ببرم. ای که بناباشه من با تو عروس بکنم، حیفی که سوار همچی ماشینی بشی. میدونی من با چی باید ببرم؟ با نفکش. بیه بریم خدا یه عقلی به تو بده و یه پول حسابی به من. مگه من پول دارم از این ماشینا بخرم؟ یه آلا برو بریم آقا، برمیگردم هفتش داشته یه هم معامله میکنم.
تو هنوز بیداری؟ الان ساعت 3 بعد از نیمه شبه. خودم میدونم. اگه بگم کجا بودم؟ لابد کمیسیون داشتی، سرگرم کارهای تجارتی بودی. معلومه. یه آدم ورشکسته مثل من مجبوره هرچی بیشتر کار کنه که جبران ضررش بشه. امیدوارم اینطور باشه. همینطوره پروین. کاش تو هم بهنامو قانع میکردی که وکالتنامه رو امضا کنه. اون به تو بیشتر از من اعتماد داره. من هیچ وقت این کارو نمیکنم. چرا؟ آخه چرا؟ به من بگو چرا؟ بهزاد، تو چرا برای خوردن پول اون بیچاره دندون تیز کردی؟ در حالی که به تو و بهنام هر دو یه اندازه ارث رسیده. منتها اون ثروتش رو حفظ کرد، اما تو همه رو تو قمار عیاشی از بین بردی. پس اینطور که معلومه تو وکیل وسیع آقای بهنام هست. نه بهزاد، من فقط زن تو هم، اما دلم میخواد همیشه حقیقت رو بگم. من شنیدم در بچگی خودت باعث شدی که اون چشماش از دست بدی، و حتی میدونم برای معالجه چشمای اون کوچکترین قدمی بر نداشتی، در حالی که اطمینان داری چشماش خوب میشه. اینا همه ای دکترها گفتن. من نمیفهمم، تو زن منی یا دشمن من؟ من زن تو هستم عزیزم، اما نمیتونم ببینم که تو انقدر نسبت به برادرت ظالم باشی. تو حاضری قسم بخوری که چشمای بهنام خوب نمیشه؟ خب اگه تو اطمینان داری چشمش معالجه میشه، پس بهتر خودت این قدم خیر رو برداری. فقط یه قدم کوچیک براش برداشتم، تصمیم گرفتم زنش بدم. زنش بدی؟ خب امیدوارم در این کارا موفق باشی. حتما میشم. بهزاد ازت خواهش میکنم مخالفت نکن. من با یه خانواده محترم قرار گذاشتم که فردا به اتفاق بهنام برم اونجا و دخترشون رو براش خواستگاری کنم. آخه کدوم دختر احمقی حاضر میشه زن یه بدبخت کور بشه؟ خب اصیر لال شدی، موضوع خواستگاری رو مطرح کن دیگه. اگه رود نمیشه من خودم این کارو بکنم. خانم، نازی خانم، حتما خبر دارین که ما اومدیم خواستگاری. البته اول اجازه میخوام که برادرم رو معرفی کنم. بهنام در زندگی هیچ کم و کسری نداره. ثروتش اینقدر زیاده که به قول معروف از پارو بالا میره. جوان خوب و نجیبی هم هست. فقط میمونه ناراحتی چشماش که بدبختانه علاجی نداره. لازم نیست رو بگیر. خانم نسبت به من لطف. نازی خانم هم دختر تحصیل کرده بود. روشن فکری هستم. مطمئن باش عاقلانه تصمیم میگیرم. بله، همینطوره که فرمودین. ما باید در این باره مدتی فکر کنیم بعد تصمیم بگیریم. اینطور نیست دخترم؟ چه فکری مادر؟ من واقعا برای این جوان متاسفم. ولی خودتون تصدیق کنین. آخه من چجوری میتونم یه عمر با یه آدم کور زندگی کنم؟ اینه که شد کور بشه که اینقدر نگاش نکنی. پس کجا نگاه کنم؟ خدا این دوتا چشم بهم داده که چیزی خوب رو نگاه بکنم. بله دیگه، اصلا بگو اومدی تهران که اینا رو نگاه بکنی. بله نگاش بکنی. به من نگم بر پریدی، به من نگم خیر ندیدی، به من نگم شریف زبون، به من نگم دانچه بخون، به نیست به من تو دل بر اینه گلم به من خلاص، به نیست به من تو دل بر اینه گلم به من خلاص. مجلس دارم میخوای منم، چه خود دارم میخوای منم، مشکرم قدم میخوای منم، به رقص من نگاه بکن، خوابی بیزن و خواب بکن، به رقص من نگاه بکن، خوابی بیزن و خواب I'm gonna make you mine.
رقاصه از کجا اسم جنابالی رو میدونه؟ حالا دیگه باقالی ها یارو سر بارو کن اون تو من تازه این شب نوبرش کردم. آره تو بمیری بی خود نیست خواستی بدون من پاشی بیای تهرون. من با هنرم معلم رقصم خیلی ببین چجوری میرسم از بس که تو کارم باردم با کشم نیمده تا حالا رو دستم هیچی نیمده تا حالا رو دستم قرب اینجوری دیدیم نار اینجوری دیدیم دست اینجوری دیدیم حال اینجوری دیدیم همچین 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 نمیم نگاه کن این رقص پاورچین هم نگاه کن لبان گوشی پاهای بلوری واسه تو میگی میرخصه این موریست آب از این لبان گوشی تران نمیده گروه قمزه هم چی میگه که مفته آب از این لبان گوشی تران نمیده گروه قمزه هم چی میگه که مفته اسمانه بسته آقا اسمون این رقاص خیلی تو نخت بود من یه بغلدستی چهل میداره آقا جانم بی زحمه به بغلدستی تو میگیم تا چشم فضولم کوشه خلاصه هر کدومشون زیادی خودم نوکرشونم چه رقاص چه این بغلدستی آقا جانم به این بغلدستی میگیم فوش زیادی هم خیلی دارم یک شه بدم خدمتتون عصبانی نشه ناکرتم رفیق سالار ما منظوری ندارم میگه خدا نگفته تو یه خوشگل بغل دستت بشونی و به رقاص کافم چراغ بزنی ما بنده خداییم پس اقل چون یکی رو ردش کن بیاد سر میز ما دلم میخواد همین که دهنه تو پر خون بکنم اما هر که دعوای تو کافه سانسور بشه میبینی وجوده چه درد سر برای درست بکنی همین فرقه باید بری کجا؟ اسام بلنش برای تی بی تی بلیتن بسرونی یا ببینم یالا خوش اومدی مشرف برو دخترم به سلامت دفت ازای به همراه پسرم و جونم آخه دلم نمیخواد برم اسفان باید بری وجود تو تو این تهرون برای من بلا شده چقدر به خاطر تو این اونو بزنم چپ میرفتی بی تلم میفتم دنباله راست میرفتی هی پیه میخواستم گوشتت بدن منم چه غیرتم قبول نمیکنه که خیلی خوب حالا که نمیخوام من میرم آقا برید کنار ماشین میخواد بره انشالله دستم که به کار بند شد هم برای بابام پول میفرستم هم یه فکری برای تو میکنم برو به سلام ولی تا من توی این خونه هستم نمیذارم بهنام وکالتنامه رو امضا کنی تو هیچی سرت نمیشه زن این کار به نفع همه ماست میفهمی؟ آخه این همه ثروت به چه درد اون عاجز بدبخت میکنه اون میخواد با این همه پول چیکار کنه اون دنیاش سیاس چه ثروت داشته باشه چه نداشته باشه فقط یه لقمه نون میخواد که شکم صاحب مردش رو سیر کنه و یه گوشه خلوتی بشینه به روزگار سیاه خودش خون گریه کنه منم که تا حالا نذاشتم گرسنه بمونه دیگه چی میخواد اون که نمیتونه از لذایز زندگی بهره مند بشه این کور بدبخت با این همه ثروت میخواد چیکار کنه ها؟ در حالی که تو میدونی من در حال حاضر چقدر به پول احتیاج دارم اصلا یه آدم کور چقدر میتونه به زندگی دلبستگی داشته باشه به چه امیدی زنده است وقتی اونو میبینم که مثلا چرا خودش به این فکر نمیفته من اگه جای اون بودم فوراً کلک خودمون میکندم و از این زندگی سیاه نجات پیدا میکردم
به دشت نگم بچه چه دشت های فوزولی داریده همه گلاری کندی نگاه کن بلکل معاملم نیست خب همو بهنامه داره میره برو با اون بازی کن منم به کارم میریشم بودو جون خوب شدیدم که با تو خداحافظی بکنم کجا میخوای بری عمو جون نمیدونم هر جی که پیش بیاد هر جی که اینجا نباشی هر جی که بابات منو نبینه نه عمو جون نرو باید برم هر جی باشم تو رو فراموش نمیکنم نه نمیذارم بری الان میرم به بابا مامان میگم بابا مامان عمو جون میخواد بری تو خیلی سنگدلی بهزاد خدا به تو یه ذره عاطفه و محبت نداده مامان امو جون رفت کجا رفت نمیدونم خیلی ناراحت بود همش گریه میکرد به من گفت برای همیشه خدافظی بالاخره کار خودتو کردی و فرارش دادی نترس اون مثل کبوتر جلده هر جا بره بازم مجبوره برگرده اینجا بابا جون خواهش میکنم امو جونم رو برگرده خواهش میکنم هر جا شده پیدا شده خیلی خوب یه ترتیبی میدم امو جونم رو میخوام آی راننده بی زحمت نگه داریم چرا خانم؟ من میخوام همینجا پیاده بشم خیلی خوب بفرمایید پیاده بشید ببخشید پسر در رو بکن مچکر الان توی عزیزم سلام گوش کن ناهید برادرم از خونه فرار کرده چند نفر رو بفرست دنبالش میدونی میخوام حتی المقدور کاری کنی که میفهمم عزیزم کاری میکنم که برای همیشه از شرش راحت بشی آره مطمئن باش خب بچه ها حالا دو واقعی کاره گوش کنین ببینین چی میگم شما برادر بهزاد همون کوره رو میگم آره همون کوره آقای راننده دلی تو اون خیابون خانم اون خیابونو بود ممنوعه مگه میشه رفت اصلا شما چند ساعت تاکسی لازم دارید؟ هنوز کابین نشده من دنبال پسرمو میگردم تا پیداش نکنم از تاکسی پیاده نمیشم میخواد دو روز بکشه میخواد دو ساعت تو ساعت ده تومنتو بگیر پس به منم نشونیشه بدید تا پیداش بکنم زنی یا مرده؟ گفتم پسرمو آها ببخشی پس مرد میگه تا ببینم خیلی خب اینو یه درست ای بای این چرا مثل کوره از تو دستش گرفته؟ ای خوب دیگه خواهی اون لابد من بابا بودیگه پسرموی من کور نیست چند ساعت پیش با هم بودیم ببخشی اون حتما یه نقشه ای داره که خودشو به کوری زده بی خود نبود که میخواست منو ده کنه به کس اصفهان فوقی بازی بچینس حالا میفهمم خیلی من فهمیدم حقش چیه امروز روز شوق جلایی از هر کاری داره منش بیشتر داره با خرید جک اینک و جک اصلا میخواد جیب خلق الله رو خالی بکنه من نمیتونم باور کنم اون گیده نیست برو عقب نزدیکش بینم یا آقای نوبرخان شغل جدیدتون رو تبریک میگم آقای نوبرخانی با شما هستم بس دیگه بیا بریم دست خوندم خیلی خوب بیاین دوزاری بگیرم سوار شو نوبر گیره با تو هستم خانو فهمیده شما هستی مخصوصا جواب داری عجب ناکسیه با خفی شو ببخشین خیلی خوب جواب نمیدی باشی نوبر خان حالا که اینطوره منم میدونم چه بلایی سرت بیارم خانو همینطوری برش میکنین بره من جای شما بودم از تاکسی میرفتم پایین یواش یواش انگاری دنبالش میرفتم تا بالاخره میفهمیم چه منظوری داره چطوره خوبه خانم جون حالا حساب منو بپرسیم منم برم دنبال کارم
خوب فکریه. اما من میخوام با تاکسی یواش یواش برم دنبالش ببینم چه منظوری داره. یالا دور بزن آهسته تعقیبش کن. یالا نشورش کرده خانم، راحت بکن. من قول میدم این کوره آب شده رفته توی زمین. عباس دنبال این کوره گشتم، خودم هم دارم کور میشم. ایدی نداره، ما که از صبح تلا داریم میکردیم، بازم میریم ببینیم چی میشه. سب کنم مثل خودشه. تو خوب میشناسیش؟ مطمئنی که خودشه؟ نکنه عوضی باشه؟ نه والا خودشه، از جای خلوتی هیچ کس نیست. پس یالا برو زیرش کن. نه من اینجا جاش نیست. صبر کن ببینم چی کار میتونم بکنم. ببخشید آقا، بفرمایید سوار ماشین بشید. متشکرم، خودم میرم. شما چی هستی؟ یه بنده خدا، بفرمایید سوار شید. آقای بنده خدا، من با شما نمیام. اینا چیان دارن با شرط میزنن؟ خوب که جاست، یابو دارن بهش پول میدن. نگاه کن، به زور میبرنش تو ماشین. آخه مگه نمیدونی که داره میگیره؟ بله. ای بای بردنش، برو دنبالش. این برادر بی‌حساب چی از من میخواد؟ منو کجا میبری؟ یه تای خوب بول میدم دیگه دلت نخواد اونجا برگردی. نگه دار، کمک کنید، کمک بار شده شد. نبار کنتر برو گمشو نکنی. این نه کسی خانه اومد شهرداری رو بده دم میبرن بهش اونجا. چی میگی؟ اونا دارن از شهر خارج میشن. این مرد من گرس میگید پس لابد میبرن بهش کش کرده. ایداد دیگه از جدی خارج شده. چرا دنبال شیراز؟ یه ترسی داریم یه دنبال ما. به ما کاری نداره. نخه ترسی داریم یه دنبال ما. بس تون سر برو. آقا جون الان گونشو میکنیم تو انتهار برو. چرا چورت میزنیم؟ خانم چرا دریبه میگه که چورت میزنیم؟ من تاکی مال تو شهره، نه مال تو این جاده ماده ها. اصلا نمیدنم بی خودی دوری میکنه به من. برو بیاری جا. آقا خواهش میکنه. نمیدنم خانم جو، آقا به راه نزدیکت، به زبون خوشت، به پول زیاده، به چی درم خواهش بشه. اصلا برو پای ماشین تو شهر نمیدنم. برو رو سوال چی گاهد کن. نمیدنم آقا خواهش میکنم بریم دنبالشون. گمشون میکنی. گمشون کنی به من چه؟ من باید بدونم کجا میره. به تو چه؟ انگار پیداشون نیست. خیلی خوب، همینجا وای میسیم تا مامورای ژاندارمری پیداشون بشه. اون وقت میدونی چی بهشون میگم؟ چی میگی؟ شاشو خیلی خوب رامیا اخبار کردن خیزور آورده اینجا. ای وای بابا، عجب جنس ناغوله ای هستی تو. خیلی خوب سواشو داری نوکره کرد. اونا برگشتن. به به خوش باشی. اینا که میشه ما رم به اون گوشت شکار مهمون کنی؟ بری مادر نگفتی داری با عجبشو نکن. بذار خوش باشن. خوش باشی. پسرموی من تو ماشین نبود، من ندیدمش. یعنی چی کارش کردن؟ شاید کپه ماشین خوابیده بوده. من کاملا همه جای ماشین رو دیدم. سود برو بالا ببینم چه بلای سر شما. خیلی خوبه. خیلی خوبه. اینجا دیگه بسته نمیگرم. بیاده گز کن. Oh, my God.
تو چانه سیدن یا این گری بیدن تشکر رو بگی چه اونجا کیه؟ اینقدر هفته کسی برای بیچارم اینجا سخت کن من بیرم از تو صندوق ما چیز برم بیارم بودو بودو نوبر جون حرف منو نشنیدی عاقبت انداختن تو چا خدای من چقدر بد شد ناراحت نشو نوبر همین الان میکشیمت بالا زود باش طلابو بیار نه انگار بقیه قیمتش تموم کن ورش نه یک کلام ده و پونصد سه هزار و پونصدش نه هفت هزار تومن دیگرش هم سه ماهه یک کلام هشت پونصد دست به پوشم ماشاءالله شما اسفانی ها چقدر چونه میزنید اگه چونه نذاریم که اسفانی نیستیم که شما اگه گرون نفروشی که تهرونی نیستیم که دست به پوشم اگه چونه نمیزنین آخرین قیمت رو بکم بگو دیگه چونه نمیزنم 9000 تا تموم یه شیلی هم کمتر نمیدم قول نماره بینویسم باشه بنویس دیگه چونه نمیزنم اما یه تونستی 500 دیگه شم کم بکن بابا ای والا دست خوش خیلی خوب ترش نکن دیگه چونه نمیزنم قول منو بنویسش من میرم بانک پول میسونم برمیگرد پس زود برگردینا داره پوله رو میزنی توی چیز موازه باش خیتی بالا نیاری یا نه خیالت تخت من میرم یه گوشه قایم میشم قرار رو شب تو قرار خونه باش خدا فرم خیلی بچه مرحمت عالی زیاد رسیدم رام چه بنده این چرایی به تو اومدی یلنه از تو بسی بردار یلنه بیارشی یلنه برسی خونه هاش که تو من دسته اون وای زید گرده تو بیام کمکت پولا رو بشمارم حالی شما چی فرز عجب سرخی دوی چه اینجا چرا دو کنی چرا پولا دوزیدی بده من کیف بازبونی خوش بده کلمه برای جا روشتم بده من میزدی منو بایی سو پوچم بده بده من کیفو بده من باز زدی کجا میرم گردم کنو بسیاله به این شولی گرفت چرا خدا بسته دیگه غلط کرده فعلا با تو قیف گردم کنو چرا پول رو دزدیدی؟ من ندزدیدم راننده آقا وادارم چاد به خدا اون وادارم به نازم راننده آقا رو اون تو جزا حته؟ دارم خفه میشم میخوای بیارم از اون تلاز؟ آره بیا آقا شهزار تو منم کوب بدیم بفهم همش تو چیفه است دوز کجاست؟ اینم دوز است دوز اینه؟ پس منم اگه دوزی بگو دوز منم خواهر منم دیدی دوزی نیست آخ آخ آخ
اما میگه راننده شما وادارش کرده. راننده من؟ بله. احمق نمک نشناس. با من یا با این؟ آه با راننده. بعد بختیه و 60,000 من دزدیدی؟ بفرمایید. متشکرم. از این که قبول کردید راننده ما بشید خوشحالم. من همینطور. برین تا شما رو به خانم و دخترم معرفی کنم. اجازه بدید من اول آب و روغن ماشین رو بگیرم. رو بیاید توی ساختم. چشم. نازی جان. نازی جان. سلام پاپا. کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ ما میخوایم بریم خرید. دخترم، برای من اتفاق خیلی عجیبی افتاد. چی شدی پاپا؟ خطری که؟ نه دخترم، الان برای تعریف میکنم. میدونی که امروز قرار بود برم بانک و پول بگیرم. وقتی از در بانک بیرون اومدم یک مرتبه کیفم از دستم. آه خدا شکرت. از اینکه کم کم داری ما رو به یه جایی میرسونی ممنونم. فقط اگه کمی لطف کنی چند تا از این دوزه به تورما بخوره و تحویلشون بدم تا سالویه نون من تو روغن است. خلاصه آخ خدا نه ازه تو این تهرون درندش نوبر اسراونی سرش میکره بمونه. بالاخره خود نوبرخان استخدام کردن. خب پس حالا که من و مامان میخواییم بریم خرید با راننده جدید بریم. آره الان جلوی ساختمون منتظره. دخترم برو ببین چه جوان بزلگو و خوشمشربیه. مامان حاضر شدی؟ آره دخترم همین الان میام. آه این مامان چقدر لیفتش میده. خداحافظ بابا. خدا نگهدار دخترم. آقای راننده من و مامانم میخواییم بریم خرید. ممکنه؟ سلام خانم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. شمایی؟ بله خودم هم. پس اساتون کو؟ اسا؟ داشتم دادم بگیدم کدوم اسا؟ اینکتون چی شد؟ دادم به اینک سازی کدوم اینک؟ چشمتون چی شد؟ چشمان سر جاش شد یعنی خوب شد؟ بله خانوم یه خود خمار بود رفتم درستش کردم. حالا شده اینجا بایستی خواهش میکنم بفرمایی تو؟ نمیام بیرون آبا هاش نمیام بهتره. نازی جون چی شده دختر جون؟ چرا از راننده تازمون خندت گرفته؟ نه مامان این آقا چه راننده نیستن درست نگاش کن. شوفرم. شمایی؟ آهی لطف کردیم که به سراغ ما اومدیم. ای بای نظرت میخوام. پس شما چشماتون؟ بله به خانم کوچولو عرض کردم چشمام سر جشه اصلا دلم گیره عجب از دفتی دارم. مامان تو رو خدا خوب چشماشو نگاه کن. من میرم بگم پاپا بیا. آقا نمیدونی چقدر خوشحال شدم چشمایی شما خوب شد. بله یه خود آبچای ریختم توش خوب شد. اگه بابت بفهمه خیلی خوشحال میشه. بشه تو اطمینان داری؟ بله پدر رفته چشماشو مالجی کرده که به ما کلک بزنه. من خوب شناختمش. آقا بهنام شما کاملا منو اخبار کردید. چرا از اول حقیقتو نگفتید؟ آخه عزیزم شما هیچ کدوم مهلت نمیدید من حقیقتو بگم. دخترم گفته بود که چشماتون نابیناست اما ماشاءالله این چشمایی که من میبینم چشای گاو هم دروشتره. من از برادر شما تعجب میکنم. میگفت شما چشماتون هیچ وقت خوب شدنی نیست. برادر من؟ عجب داداش بدجنسی دارم. برادرم چیست؟ روزی که اومدین خواستگاری دخترم من متوجه شدم برادرتون چقدر بدجنسه. چقدر؟ ماما خیلی. آره ماما خیلی بدجنسه. دکتری که چشماتون رو معالجه کرده کی بوده؟ حتما پروفسور بوده پاپا. اتفاقا نه دام پزشک. خیلی خوشحالیم که شما رو سالم میبینیم. ولی به هیچ وجه حاضر نیستم حتی یه دقیقه قیافه برادرش من رو حاضر نیستم ریخت بشه ببینم. اصلا هنوزم ندیدمش چلیپیه. شنیدم پدر مرحومتون هم همیشه از برادر شما شکایت داشت. بله مرحوم پدرم هنوزم شکایت داره. بریم تو بریم. خواهش. آخه من به برادر شارلاتان و پدر مرحومم نگفتم که میام اینجا. مهم نیست ما خودمون بهشون تلفن میکنیم. بله بفرمایید. بفرمایید تو. بفرمایید. بله خواهش. شما بفرمایید. نه شما باید بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. میخواستم با امیر برم بیرون. متشکرم برای خرید.
چه مژده‌ای بگو؟ راست میگی؟ خدایا شکر، متشکرم، متشکرم، چشم، همه الان خدمتتون میرسم. پسرم، بیا بریم پیش عمو جونت. مامان، عمو جون پیدا شده؟ آره جونم، بریم پیشش. به خانم داداشتون تلفن کردم، همین حالا میان اینجا. خانم داداش من؟ منم چند دقیقه دیگه خدمت میرسم. باشی، باشی. سلامه. خب من آدم ثروتمندی هستم، سابق بر این کور بودم، یه برادرم دارم موزه شارلاتان است، مرحوم پدرم اینو میدونسته، زن برادرم الان میاد اینجا، انگار یه چیزیش از قلم افتاد، از اول بودم، من آدم ثروتمندی هستم، زنبرادرم الان میاد اینجا و چیزی از قلم افتاد. داریم با خودتون حرف میزنیم؟ داشتم حساب کردم چیزیش از قلم نیفتاده باشه، یکی افتاده بود پیداش کردم. یادتونه اون روزا اومدم خواستگار شما؟ بله میدونم. خودم میدونم. اون روز کور بودم نمیتونستم جمال شما رو ببینم. چشم بسته فکر میکردم زیاد تعریفی ندارید. اما حالا از دست دارم شما رو دید میزنم، نزدیک چشمم از حدقه در بیاد. چرا اون روز این شیرین زبونی رو نمیکردیم؟ آخه کور بودم، چشمم که باز شد زبونم را افتاد. مرسی. به من برسی، اما نگی به کسی. گمونم زن داداشتونم. زن داداش من میاد اینجا؟ یه بار دیگه هم از حفظ بشم. من ثروتمندم، سابق بر این کور بودم، اومدم خواستگار این خوشگله، یه برادر دارم که خیلی شارلاتان و موزیه، یعنی موزی شارلاتانه، زن برادرم الان میاد اینجا. با خودتون حرف میزنید؟ چی میگید؟ هیچی، داشتم حساب دارای ثروتمو میرسید. آها، آقا میدونید آدم های ثروتمندی مثل ما باید شب و روز حساب عمو هم هستم. عمو چیلی خوبه؟ عمو؟ یه برادرزاده کوچولو و مانی هم دارم. عمو جی، تو هیچ وقت از خونه فرار نکن. نمیذارم بابام تو رو کتک بزنی. قول میدم عمو جون، قول میدم. برادرم که موزی شارلاتانی منو کتک میزده، منم از خونه فرار کردم. خب که برادر من از خونه بیرون کرده، حسابش میرسه. حساب برادرم میرسه. بهنام خوشحالم که برگشتی. قربون تو زن داداش، ماشاءالله تازگی چی شدی؟ ایل که داداشو بی همه چیزم قدرت نمیدونه. زن داداش شاخ در آوردم. خدای من، یعنی ممکنه؟ تو داری منو میبینی؟ آره دارم همه رو میبینم، این دماغ اینم دماغ اینم چه چی دیگه؟ دارم دیوونه میشم. آخه چجوری خوب شدی؟ یه جوری خوب شدم دیگه، حتما میخوای ببینی؟ آره خیلی دلم میخواد بدونم. والا خودم نفهمیدم چجوری چشام خوب شد، یعنی معجزه شد، از یه بلندی افتادم پایین یهو چشام باز شد. بهنام باور کن من خیلی شال شدم. حالا زودتر بی بریم منزل. منزل؟ الارمجون بی بریم خونه. مسلما حالا که چشمات خوب شده رفتار برادرت نسبت به تو عوض میشه. اگه عوض بشه خودم این رو روش میکنم. از جوزی که تو رفتی هیچ کس تو من بازی نمی کنه. بابا خیلی بد اخلاق شده، اصلا شبم خونه نمیاد. به خود من دیگه دارم تو خونه دف میکنم. بیا بریم خونه عموجه. بیا بریم. گریه نکن کوچولو، به خاطر تو که حوصلت سر نره و همبازی داشته باشی میام خونه. اصلا میام خونه بابات ادب بکنم که شبا زود بیاد به خونه. بریم اینم بفهم بره بفهم. خانم چند دفعه به شما بگم من نوبر نیستم؟ بازم هم نمیری؟ هی گفتی نوبر نیستی، به من اعتنا نکردی، خودتو به کوری زدی، تا آخرش بردن انداختن تو چا راست راست کور شدی. اگه من نرسیده بودم که امیدم تای چا بودی. بازم نوبر نیستی آقا؟ نه نه اون نکمه. این دو سه روز تو بیماره از دست شما دوتا خیلی خندم گرفته. شما اصرار داری که این آقا نوبر پسرموتونه، این آقام همش منکر میشه. نکنه واقعا شما اشتباهی گرفته باشید؟ نه خانم جون، برامون من خیلی بد جنسه، ناقلاست. از وقتی که از اصفهان مدارون و آب و هوای اینجا به نفسش رسیده با من یه جوره دیگه شده. تقصیر منو که اینقدر برش صدمی میکشم، تقصیر منو که از چار کشیدنش بیرون، تقصیر منی که سه روز سه شد. حتما پسرموتون با شما شوخی میکنه.
آقای نوبر لیلا گناه داره. قد اذیتش نکنی، خدا رو خوش نمیاد. سه روز و سه شبه که همش بالا سر شماست. نه غذایی خورده، نه خواب رفته. نذارین گریه کنه. خواهش میکنم دلشو نشکنی. لیلا جان، ناراحت نشو. معذرت میخوام. دست تو رو من به خاطر زحمتی ببوسم. لازم نیست. عوض دستم خودم رو ببوسم. نوبر جون، حالا که با هم آشتی کردیم دلت میخواد زودتر بریم اسم؟ حالا که تو میخواییم میریم. اون وقت منم از شر همه اونایی که اذیتم میکنن راحت میشم. اما جون لابد با منی. چی نبایی اما جون؟ بود اوه نیفتی پایین. چی میگون؟ اما جون، حالا که تو خوب شدی میخوام این عینکو و اسلحه تو رو بندازم دور. نه، چرا بریزی دور؟ واسه روز مبادا خوبه است. ممکنه باز پدر فلو فلو شده چشمه ما در بیاره. زنی میزنم، برو این چیست؟ اصلا بابا چی ممه، من میرم بهش خبر بدم تو. خب یه دفعه دیگه دستامو استرس بکنم. من آدم ثروتمندی هم، یه برادرم دارم، خیلی شارلاتانه، سابق برینم کور بودم. خب اول چشمامو قایم میکنم خانداداش نبینه. یه خودم باید زبونمو چشم کنم ترونه حرف بزنم. کورم بلد نیستم بشم. سلام بابا جون. بابا جون مشتی بده، یه مشتی خود باید به هم بدی. بابا چون هم برگشتی خونه. چی؟ برگشتی؟ تو خودشو بینی پسرم. آره بابا، اما تو خود کتکش نزنی یا من بهش گل دادم که نذارم کتکش بزنی. بسیار خوب، تو برو تو اتاق دو بجا. زود برای وکیلم تلفن کن به برو نوشته به کالت نامره ورده و فوری بیاد اینجا. چشم مرو. چطوره؟ احمق، کدوم گورستونی رفته بودی؟ هیچ میدونی چقدر دنبال تو گشتم؟ میدونم داداش، از بس به من علاقه داری؟ شنیدم این مدت از قصه دوری من 10 کیلو چاق شدی. خفه شدی که یادت باشه از این به بعد هر جا میخوای بری باید از من اجازه بگیری. چشم خان داداش، الان میخوام برم برگردم، اجازه هست؟ کجا؟ همین که خلاف ادب. گم تو برو بیا. اما یادت باشه الان آقای وکیل میاد اینجا، باید با خوشرویی وکالت نامه رو امضا کنی. شنیدی؟ چه وکالت نامه ای؟ خودتو به کوچه علی چپ نزن. چند دفعه بهت گفتم، بازم بهت میگم، تو باید تمام ثروتتو در اختیار من بذاری و الا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. خان داداش، من که چشم ندارم چیزی ببینم، اما خیلی دلم میخواست داشتم و قیافه خوشگلت میدیدم. دست خرم انداز. نفهمیدم، امروز خیلی شیرین زبونی میکنی. آخه امروز تخم چفتر خوردم، زبونم باز شده. محکم بهت میگم من پولم رو در اختیارت نمیذارم خان داداش. شنیدی؟ پس اینطور؟ بله همینطور. خیلی خوب. خیلی بد. واجب شد که زبونتم مثل چشمات از کار بندازم. خوبشم دارم. پس چشمات خوب شدن؟ به
به کوری چشمای تو آره. لعنتی از تو چشمات خوب شدن. من یک کوری نمیدیم. بلند شو خره لنگ. بلند شو بیدم. بلند شو یه خود برخ برای یه نه بلند شو بدرده از خود نمی کنیم. چیز دارم این بازم چهره نیست. اما بهتر شد چه پارش کردی. وکیلو به به عجب حق الوکاله به من دادن. نوبه چیته؟ به چی فکر میکنی؟ به تو. تو رو خدا راست میگی؟ آره. ببینم لیلا، تو واقعا منو دوست داری؟ خب معلومه. چند دقیقه باید بهت بگم دوستت دارم. دوستت دارم. چه خبره مردم میبینم بده. آه بذار همه دنیا ببینم. بذار همه بفهمن که من چقدر خوشبختم. این تنها آرزوی من بود. تو چطور؟ منم تو زندگی یه آرزو دارم. دلم میخواد چشمام خوب بشه که بتونم فقط تو رو ببینم و از محبتهای تو تشکر کنم. اما بالاخره نگفتی دوستم داری یا نه؟ ندید میپرستمت. نوبت نوبت جون راست میگی؟ آه خدای من دلم میخواد از خوشحالی برخصم. اینا چقدر خودت میجنبونن؟ لحوه گرفتن؟ با عرض معذرت از آقا به بحث دکتر خوشگل بفهم میشونی؟ مثل افتخاری رقص به بنده میدونی؟ من یه نهیده بودم که زن با زن برقصه. منظورت این چی آقا؟ آخه خانم عوضی که با من برقصیم چه زیجون تقاضا میکنیم؟ اخشیت این آقا بنده آقا به همه دروغ بگو به خیلی بسید به منم دروغ بگو. بینام ایشون دختر نیستم که سارم. پس این نامرده. من این زلفاش چیه؟ دیگه که لباسش رو نگاه بکنم. آقا شما خیلی نفهم امولی. امولا نفهم زیاد دارده. خیلی که مرد نیستی والا همی حالا درد تو رو خون میکردم. آخه بز به جه هر چیزی اندازه داره. درسته که همه چیتون از فرنگی داری تقلیدی کنی اما نه یه اندازه که زن و مردتون رو نشوشن. من اگه نیم نسان همین الان نمیدم از ننت خواستگاری رو کردم. حالا که منش این افیده اجازه که باز بازه من بازم از اونی میرا باز بازه که حسین ندارن افتخار بدن. اگه خیلی دل بخواد بنده به شما افتخار میدم. خب گل بشه بیگه گل بشه خوش اومد بینام. خوب خیتش کردی. بلند شو بریم خونه تا چند تا دیگه این مرده زن نما نیمده سراغه. راستی این شب تولد امیر است. باید سر سا برسیم خونه ولی امیر کوچولو دل خور میشه. بلند شو بریم گارسون بیا پول دارم. الان میرم دنبال بابات خودم میارمش. اون وقت میفهمی که بابا تو رو دوست داره. همینجا بیشیم تا هم برگرد. بخور
همین خان نمیدونی خان داداشم کجاست؟ چی بگم آقا؟ رفته منزل یارش. یارش؟ آره. یارم داره؟ بله. من تا اونجا رسوندم، سفارش کرد به کسی نگم. منم جونه که به کسی نمیگم. آدرس یارو بدونم نه؟ میخوای چی کار؟ میخوام برم خونه یار سراغ اون مرد که بیار. امیر گفته برش تو بیار. پس کاغذ قلم و زود بیاریم. بداش کن موازه همین باش نهیزه قصه بخوره تا هم برگردم باشی خوب از بازی کن عزیزم این رو خیلی ناراحتی بایدم ناراحت باشه تمام پولای نقدشو باخت دو سه تا چکم داشت اونا رو هم باخت برای تو سرش گرم کن آره کاری بکن که فراموش کنه عزیزم پاشو بریم بالا پاشو سلام وقتی چه؟ به چه یاری؟ خانداداش بهت بد نگذاری؟ تو اینجا چه کار میکنی؟ کی تو رو به اینجا را دادی؟ اومدم سراغ یار جوش نزن همسیره من اومدم خانداداشم ببرم بیخود کردی؟ بیا بریم کار واجه باد دارم من با تو هیچ کاری ندارم به زبون خوشگی بریم وگرنه عصا رو میارم میدونی چه من دست به عصام خوبه خیلی خوب تو برو من میام باید همین حالا بیایی دنبال من آخه بابا چی کارم داری؟ خانم ببخشی پا برنه دویدم پیش به پیرام گرفتاری شدم خانم داداش مگه یاد رفته امشب جشن تولد پسرته اینو میدونستم میدونستی اومدی خونه ایار؟ بابا الحق که خیلی هستی بیار چرا میزنی؟ بیشوخی تو روی هرچی بابا سفید کردی خلاصه باید بیای خونه و امیر و پدرونه ماچش کنی بهش تبریک بگی آخه ناسامتی اسمت باباست ننه که نیست من حوصله‌شو ندارم حوصله‌شو نداری؟ نه خیلی خوب خانم اصلا خدمت خیلی خوب بابا بیا بریم بله خدافظ اسم اصلا رو که بیارم نزول اوم میشه خانم ببخشی وسط عشقتون درز گرفتم و قصه نخوریم خودم میام خدمتتون عجب برادر ناتویی داره آره از وقتی که چشمش خوب شده حسابی به حساب مار کرده نه جون گرسنه‌مونی یه چیزی بیار بخوری آره باشه اونه هاش آه امیر اونجاست سراش کنو چشم شده بهش بده یالا صداش کن امیر بگو پسر قشنگم ببین بچه از ریختت بیزارست بستر نشونش بده یالا یالا نشونش بده جی آوردم بابا جون بیا بابا جون بیا بابا جون بابا اومدی بابات اونه میای بغل من میبینی بگو پسرم به تبریک میگم پسرم به تبریک میگم مثل آدم بگو پسرم به تبریک میگم بهترم به تبریک میگم مرسی بابا جون چی بستم رو بردی بستره بش بده میگر مرسی بابا جون ببوسش ببوسش میگم ببونه فیلم بابا چه عجب آقا زن داشت کار داشت خانداداش شب و روز گرفت گرفتارم دیگه میدونم دست خانمه بوس چی باداشتی کنه ولی ولی نداری یاله ببوس لازم نیست عزیزم من همیشه با تو آشتیم چقدر مجلس تو سوت کوره ببین خانداداش همش تقصیر توه اینو بگی تا الان گرمش بکنی بده شما افتخار اون که میرسته همه کف بزنی شروع می‌کنیم.
اینجوری بزنم دست من ده. خدایا یا چشمای منو خوب کن یا اینکه مرگم بده تا راحت بشم. چرا منو خبر نکردی نوبر؟ صد دفعه گفتم هر جا میری منو صدا کن بیام کمکت بکنم. پسرم اقلا منو صدا کن مگه من مردم؟ این منم که باید بمیرم. نمیدونم چرا خدا بین بنده ها نگو پسرم کفر نگو بیبریم تو اتاق. امو جون به جای تو اتاق رفتن باید زودتر نوبر رو به یک چشم بهش نشون بده. آخه تا کی باید این بدبخت رنج بکشه؟ نه این چشمای من دیگه خوب شدن نیست دیگه از این چیز گذشتی. نه یکم نگذشتی. امو جون باید نوبر رو هرچه زودتر ببریم دکتر. باشه میبریم حتما میبریم. نمیشه خدا رو شکر. آقای دکتر تو رو خدا راست میگی؟ بله خانم. آقای دکتر پس من میتونم امیدوار باشم؟ بله و من تعجب میکنم چرا تا حالا در این مورد کوتاهی شده. خدایا شکرت. دکتر چقدر خرج داره؟ چون عمل کردن چشمایشون تا حدود مشکله جوانم در حدود 20,000 تومان خرج داشته باشم. 20,000 تومان؟ این خیلی پوله دخترم. ولی چاره نیست، برای مالیجه نوبر باید هر طور شده فراهم بکنیم. آخه از کجا؟ از کجا؟ من اگه تمام زندگیمو بفروشم 5,000 تومان هم نمیشه. پس چی کنیم امو جون؟ میشه که دست رو دست بذاریم. من فکرم به جایی نمیرسه. غیر ممکنه بتونم این همه پول رو فراهم کنم. نه نمیتونم. خدایا خدایا آراد نباش دختر. ناراحت نباش لیلا. گوش کنید، میخوام یه حقیقت رو براتون بگم. من نوبر نیستم. این مزخرف ها چیه میگی؟ دیوانه شدی؟ نوبر تو رو خدا دست بردار. شوخیت گرفته؟ باور کنید من اسمم بهنامه. اگه تا حالا سکوت کردم به خاطر اینه که در زندگیم فقط از لیلا محبت دیدم. لیلای من باور کن با اینکه هنوز تو رو ندیدم دوست دارم. بله آقا مالک دهات اطراف اصفهان بوده، مرتضی خان قر. خدایا چی میشنم؟ شما او رو میشناسید؟ بله و حالا دارم میفهمم که چرا تو رو با نوبر اشتباه گرفتم. برادرم بهزاد برای که ثروت من از چنگم دراره همیشه شکنجم میداد. بهزاد؟ آره بهزاد وقتی تمام ثروت خودش از دست داد برای اینکه حق منم تصاحب کنه کاری کرد که مجبور شدم از همه چیز خودم صرف نظر کنم. اما خوشحالم که اگه از خونه و زندگی رونده شدم لااقل با لیلا آشنا شدم. لیلا حالا که فهمیدی من نوبر نیستم بازم منو دوست داری؟ آره آره بهنام تو هر کی هستی محبوب منی. اما چشمات بالاخره امیدی هست یا نه؟ آره من ثروت زیادی دارم. باید حرکت کنیم بریم تهران. من باید بهزادو ببینم. نه 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 میترسم قبل از اینکه چشمم خوب بشه و لیلا رو ببینم بهزاد نابودم کنه. نه ترس بسرم، من حربه‌ای دارم و رازی رو میدونم که با اون میتونم بهزاد از آج قدرت به زیر بکشم. همین امروز من و تو میریم تهران. پس لیلام باید بیاد، من باید اونو به خانواده‌ام معرفی کنم. باشه عزیزم منم میام. من فقط در کنار تو خوشبختم. Mana
در کنار شما خیلی خوشبختم، اما حالا که فهمیدید قلابیام و بهنام نیستم، جمونم این خوشبختی زود بپره. نوبر، چون تو حقیقت رو به من گفتی، مطمئن باش این خوشبختی سر جاش میمونه. من حقیقت رو دوست دارم، حالا تویی که باید تصمیم بگیری. آخه من نمیتونم تو رو خوشبخت بکنم، من و بهنام خیلی با هم فرق داریم، اون یه دنیا پول داره، من فقط دو تا چش دارم مثل دو تا چش گاو. عوضش تو میتونی تو چشمم نگاه کنی و ببینی که چقدر دوست دارم. تو هر کی هستی مرد محبوب منی، من هیچ وقت از تو جدا نمیشم. وقتی فکر میکنم به خاطر بهنامی بیچاره چه فداکاریایی کرده بیشتر دوست دارم. راستی حالا تصمیم داری با اونو چی کار کنی؟ فعلا هم تو قلابی میمونم. بیا عزیزم، بیا صحبت کن. الو امیجور، تو هستی؟ بله، اما شما کی هستی؟ چطور منو نمیشنسی؟ من عموتم، ام بهنام. دروغ نگو، اون که الان پیش منه، بول بابا پی کاره، عجیب آدمیه. کی بود بابا جون؟ چه میدونم، یه نفر مزهیم بود، گفتم بول بابا پی کاره، میگفت من ام بهنام. امو بهنام؟ آره دیگه، اما امو بهنام به این کنیم بابا، پدر و پسر بگیم چه سالایی از هم میکنن، از این شوخی ها زیاد میکنن، لابده که از آشناها بوده خواسته ما رو دست بندازه. غلط میکنه دست بندازه، شوخی شوخی با نامانشون ما هم شوخی. خب خان داداش، من دیگه دارم با نازی قرار ملاقات دارم دیگه. ببخشی خان داداش. بسرم، چرا تلفن رو قطع کردی؟ شاید دسترسی بهنام بود. مگه دیوونه شدی؟ این چه حرفیه؟ بهنام که اینجا بود. والا تو این دنیا آدم یه چیزایی میبینه که حتی به خودش هم شک پیدا میکنه. کجا میری؟ میخوام برم درباره این داداش قلابیم تحقیق کنم. خیلی عجیبه، امیر گفت عموم الان تو منزله. آخه غیر از من عموی دیگه نداره، چطور ممکنه؟ تو حرف میداری جز بهزاد برادری دیگه ای نداری؟ والا کاش پدرم زنده بود و این سوال از اون میکردی. چطوره بریم منزلتون یه سرگوشی آب بدیم قضیه رو بفهمیم؟ آخه میترسم برادرم. برادرت هیچ غلطی نمیکنه، من هوا تو دارم، برو بریم. چت نگاه کنه روزگارشو سیاه میکنم. بریم عمو جونم از مسافرخونه برداریم بریم. دیگه دارم دیوونه میشم، یه رقباز بدجنس مدتها خودشو جای برادر من غالب کرده و ما هیچ کدوم متوجه نشدیم. خیلی مسخره است، به هر حال برادرم بهنام هنوز زنده است و تو همین تهرون مخفی شده. باید هر طور شده پیداش کنین و قبل از این که تو خونه آفتابی بشه بیارینش پیش من. این دفعه میدونم چجوری وادارش کنم که وکالت نامه رو امضا کنه. اون وقت من میدونم و اون برادر قلابی. فعلا من قلابیم چون اصلیه پیده شده است. فکر کنم بهزادم بو برده است. کاش میشد بهنامو پیدا کنی، تو نمیدونی کجاست. اگه میدونستم چه زودتر یه خاکی به سر خودم میریختم. در هر صورت نباید اون بیچاره علیل تو این موقعیت تنها بذاری، خدا رو خوش نمیاد. منم که بنده خدا هستم خوشم نمیاد، باید فکری براش بکنم. اونه هاش بالاخره اومد، میبینش؟ نگفتم به این دم منزل خود بهزاد خان، میدونستم میاد اینجا. بابا بیاده شام، بی، زود باش. آقا، 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 بفرمی شما رو سوار کنی. کجا میشه؟ آره خونه رو خوش نمیاد شما پیاده را بریم. یه هر باش باشیم، ماشیم متعلقه به خونه. بفرمی سوار بشیم، من نمیخوام سوار بشم. آقا خواهش کجا؟ آقا کجا؟ من پیاده میخواستم برم. بفرمم بازم بده خدا پول دارم. دیگه نمیتونی بازی کنی آقای بهزاد خان، مگه اینکه پول رو پول ندارم، چک میدم. چکتون دیگه فایده ای نداره، اون دوتا چک قبلی هم برگشته. حکم جلب دارم تو جیب منه، اما هنوزم نخواستم اذیتت کنم.
گفتم که تمام پولاتونو میدم، حالا بیان بازی کنیم. اگه میخوای بازی کنی باید پول رو کنی. گیرم باشخانه به اصلا خواهن اینجا کجاست؟ تو آدمی؟ بازش تو هم چند؟ پس داداشم کو؟ من اینجام. سلام داداش. سلام و زهر مار. دیوونه کدوم گورستگی رفته بودی؟ ها؟ رفته بودم سر قبر آقا. هیچ میدونی چه عذابی کشیدم تا تو رو پیدا کردم؟ داداش منو ببخش، میدونم بد کردم. تلفن کن آقای وکیل رو نوشته وکالتنامه رو بیارن اینجا. همین الان. زودتر. چه وکیل بیاد چه نیاد، من تمام زندگیم در اختیار خانده. میخوام با شانس تو بازی کنم. خب میتونیم به بازی ادامه بدیم؟ نوکرتم هستم. از حالا به بعد چکاتم با جون و دل قبول میکنم. این چهره؟ بابا برای چقدر میکنم؟ چهره زرتون. بیا، اینم چهره زرتون. آره. ورق بکش. خیلی خوب. الو، آقای وکیل شمایی. به سفتون گفتم فوراً وکالتنامه رو برداریم بیاین اینجا. بله. متشکرم. اینجوری پولا دو میارن ها. خانم ورقا رو با آقا عوض کردن. احمق کور به تو چه مربوطه؟ آره این کوره داره شوخی میکنه بهزاد جون. شوخی نمیکنم جونش ها. امروز چشم کورم گذاشتم تو خونه. میخوانش رو تو بدم؟ دو تا سالهش با خودم آوردم. میبینی؟ اینجوری میگن بذار فعلا پولای بی صاحب و صاحب بشم. آخه من اگر قمارباز بدون بازی برنده شدم. ببینم اینا رفتم. آره رفت. چونی شده عزیزم؟ نه مهم نیست، بعد کارای سرمون رم. حالا که اینطور شد باید چیکای برگشتشو وصول کنم. آره بالاخره من و نوبر تصمیم گرفتیم بریم بهنامو پیدا کنیم و نذاریم با برادرش روبرو بشه. خانم من واقعا از محبتهای شما و آقای نوبر که بدبخت هنوز نمیشناسمش تشکر میکنم. به به، شمع و گل و پروانه و بلبل و بلبل همه دوره هم جمع شدن. آقای بهنام خان سلام علیکم. آقای نوبر شما این؟ بیاید اینجا پیش من، بیاید اینجا. چشم. یالا اما خدا قربونش برم عجب خلقتی کرده است. جون شما اگه خود منم شما رو میدیدم به خیالم خودم هستم. آخدا درد به درد نکنه با این دست پخته. خانده شو نگاش کن اینی چه قنده ریست که دونز گرده بشن. این مسخره بازی ها چیه؟ بالاخره شما دوتا کدومتون برادر من هستین؟ هیچ بسرد. حقیقتش اینه که تو هیچ نسبتی با این خانواده نداری. یعنی چی؟ تو کی هستی پیر مرد؟ من پدر تو هستم. این چی میگه؟ راست میگه، اون پدره که پدر من؟ پیر مرد حرف دهنتو بفهم.
میفهمم پسرم. بیا اینجا در حضور حبیب خان حقیقت رو برات بگم. بله. یعنی چی؟ آقای نوبر موضوع چی؟ شما نمیدونی موضوع چی چیست؟ نه. نمیدونین؟ منم نمیدونم. منم نمیدونم. تو باید خفشی پیر مرد مردنی. این لات و علات تو خریداری نداره. کاری نکن که عصبانی بشم و دستور بدم نابودت کنند. تو خفشو پسر یه احمق. اگه به این دم و دستگاه و پول و ثروت مغروری، من خودم اینا رو تو دامن تو گذاشتم به امید این که به کمک ثروت ارباب آدم بشی و سری تو سرت در بیاری. ولی حالا میبینم که پول از تو یه حیوان کثیف، یه آدم مغرور، یه خروس وحشی ساخته. جفت به تو پسر یه ناخلف. به حرفای اون گوش نکنید. اون احمق دیوونه شده. دروغ میگه، دروغ میگه. خیلی خوب، اون پیرمرد دروغ میگه، ولی من که دروغ نمیگم. این تکای تو که دروغ نمیگن. سرکا جلبش کن. بله قربان. کوجه نخواهید خانده داشت. نل کردنی نیستی خانده داشت. زندگی قانون داره، حساب داره، کتاب داره. میگه میشه هر غلطی میخواستی بکنی یا راست راست را داری. جرد نکنست موف خور. فعلا یه مدت بفرم هلوفینو آب خنک میل بکنید تا به حسابتون رسیده کشید. یاله برو. برو اینم. این پاپونو ببرشت اینجا. تو خودش رو داری بکنی. خواهش میکنم. من بابا ما دوست دارم. خواهش میکنم امبوچو. شب کنید. آقای محترم، من حاضرم تمام قرضای برادرم بپردازم. خواهش میکنم رضایت بدید. اشکالی نداره، ما که پدر کشتگی باهاش نداریم. ما پولمونو میخواییم. من تضمین میکنم که بپردازم. فقط خواهش میکنم تا فردا به این مهلت بدیم. اختیار داری قربان. چشم، فردا میام خدمتون. بریم سرکار. یالا بهنا، با اون همه ظلمی که من به تو کردم هیچ انتظار نداشتم که در این موقعیت به من کمک کنی. خیلی متشکرم بهنا. دلم میخواد بتونم جبران کنم. میتونی داداش، فقط سعی کن انسان باشی. سعی کن برای امیر پسرت پدر خوبی باشی. فهمیدی خانده داش؟ موضوع حرفاش باش. میدونی ها جون، درسته که اون کوریست، اما سگش نیازه به صد درسته اون. میدونم دخترم جون، مثل که بوش میاد خدا رو صد هزار مرتبه شد میخوای زن دادش من بشی. درست آیدم؟ بیکوری چشمت؟ آره، اما بعد از عمل چشمش. میگم نکنه وقتی چشمش خوب شد و تو رو دید یه تو بزنه و باز بمونه بخریشی ما. دخترم و اسفانی باز اشتباه کردی؟ ای بای خدا جون، تو کدومی؟ من نوبرتم، تاج سرتم. من اصلا جای دادشم گرفتم. میبینم میفهمی یا نه؟ دیدم نه، مزاج پاچ پاچ است. گمشو برو پیش زنی، من میخوام با داداش درسی کنم، نه با تو. آخه من که گفتم اگه داداشم چشمش عمل کنه و تو رو ببینه یه هتو میزنه و باز میمونه به خیش خودم. آره لیلا جان، داداشم راست میگه. من بعد از عمل چشمم متوجه شدم که نمیتونم با تو ازدواج کنم، چون احساس کردم نوبر برادرم واقعا تو رو دوست داره. درسته نازی؟ بله همینطوره. منم خیلی وقت به این حقیقت پی بردم. بالاخره شما دخترم و پسرمو هستین و متعلق به همین. همونطور که من و بهنام دیگه از هم جدا شدنی نیستیم.
فهمیدی یا گوشت کرست یه دفعه دیگه بوگن؟ نه فهمیدم. خوب خوب نداره دیگه. اون دوتا تهرونی ها مال همن، ما دوتا اصفهانی ها مال هم، زبون همدیگرم خوب میفهمیم. وقتی هم دعوامو شد تو اون ور وای میسیم، منم اون ور فوش میدهیم و فوش میسونیم. چرا اینقدر ما را نگاه بکنیم؟ یه خودمون داداشم را نگاه بکنیم. من مثل داداشم ندید بدید نیستم که تماشای باشم. ما وقت زیاد داریم، بهتره همون رو بر اصفهانی رو تماشاش کنیم. بازم تو داریم آنه نگاه میکنیم. زنده داشت هجده کجاست؟ بالا خونه. چون بلند شو برو بالا، برو بالا پسرم، بالا پسرم، مبارکه.